سرخط خبرها در برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای امریکا. جنگ در هلمند ادامه داشته و وزارت دفاع از اعزام نیروهای کمکی به ولسوالی سنگین خبر می دهد. تازه ترین جزئیات را با شما در میان خواهیم گذاشت. با طالبان زخمی که از سوی دولت افغانستان دستگیر می شوند چگونه برخورد صورت می گیرد و چرا بعضی نظامیان بر این برخورد انتقاد دارند؟ گزارش از شفاخانه سردار محمد داود خان. و از رویدادهای سیاسی در واشنگتن برایتان خواهیم گفت که مسئله امنیت ملی چه تأثیری بر انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری گذاشته است. امید تا آخر با ما باشید. با عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزان گرامی تلویزیون آشنا صدای آمریکا، احمد فاضلامی هستم با برنامه امروز چهارشنبه دوم جدی سال 1394 شمسی از شهر واشنگتن دی سی. در این برنامه افزون بر تازه ترین معلومات راجع به جنگ هلمند گزارشی داریم در مورد شایعات انتقال جنگجویان داعش ذریع هلیکوپترها به ننگرهار، خبری از سفر رئیس جمهور غنی به ترکیه و همچنان از آغاز پروازهای مقید به مقررات اسلامی در مالزیا آگاه خواهید شد. ولسوالی سنگین ولایت هلمند امروز هم شاهد نبرد شدید میان نیروهای افغان و طالبان است. معصوم ستانکزی سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای کمکی به منطقه رسیده و برای دفع حملات پلان گسترده‌تری روی دست است. اما قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند با نشر یک پیام مدعی شده که ولسوالی سنگین پس از چاشت امروز به دست طالبان سقوط کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش. سرپرست وزارت دفاع افغانستان گفته است که نیروهای افغان جهت کاهش شمار تلفات نیازمند حمایت هوایی نیروهای خارجی در جنگ سنگینند. ما آماده دفاع از کشور خود هستیم، حتی اگر حیات خود را از دست بدهیم. معصوم استانگزای سرپرست وزارت دفاع افغانستان امروز بر رسانه ها گفت که نبرد شدید میان نیروهای افغان و طالبان در ولسوالی سنگین جریان دارد و اضافه کرد: بله، جنگ در ولسوالی سنگین جریان دارد و شک در آن نیست. اردوی ملی در موقف خود در حال انجام عملیات است. در اطراف سنگین نیروهای تازه دم برای یک عملیات گسترده موضع گرفته اند. در نظر است که در اطراف منطقه عملیات انجام شود. وزارت داخله افغانستان تایید می کند که قوای خارجی در منطقه شوروبک هلمند هم اکنون قرار دارد و مسئولیت عملیات به طور کامل به دوش نیروهای امنیتی افغان است. جنگ های شدید دیروز سه‌شنبه بین نیروهای افغان و طالبان در ولایت هلمند جریان داشت که در آن شورشیان تقریبا به طور کامل نزدیک بان بود که منطقه استراتژیک را به تصرف درآورند. ما در حال ارزیابی وضعیت و ارسال تجهیزات به نیروهای امنیتی هستیم. در صورت هر نوع ناکامی بعداً وزارت دفاع، وزارت داخله و ریاست امنیت ملی و شورای ولایتی با دستور اجندای خاص به آن خواهند پرداخت. یک تن از ریش سفیدان منطقه می گوید آنها خواستار انتقال اجساد کشته شدگان از منطقه اند. ملا مجید معاون شورای ولایتی روز گذشته گفت هیچ راهی برای ارسال منابع به کجکی، مساقله و ولسوالی سنگین وجود ندارد. از همین لحاظ تخلیه اجساد کشته شدگان از منطقه غیر ممکن است. در میان کشورهای عضو ناتو و بریتانیا شمار اندکی از نیروهایش را در هلمند و آن در چارچوب مأموریت قاطع جهت آموزش دهی نیروهای افغان مستقر ساخته است. ما 450 تن از نیروهای مسلح بریتانیا را در داخل کشور داریم. بیشتر آنان در اطراف شهر کابلند و در حال آموزش افسران اکادمی می باشند. برخی از مشاورین داریم که در کمپ شورابک مستقرند. نیروهای ویژه بریتانیا در بین آنان ممکن است باشد و امکان دارد نباشد. آقای استانگزی گفت نبرد در هلمند ساده نیست، زیرا این ولایت مرکز تولید قاچاق تریاک است که این عوامل نبرد سنگین را پیچیده تر می سازد. لیلما حبیب عظیمی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، واشنگتن. گزارشی بود راجع به انکشافات امنیتی در ولایت هلمند و حال جزئیات بیشتر در مورد اوضاع کنونی هلمند و تازه ترین رویدادهای وابسته به آن را از خبرنگار ما عزیز الله پوپل میشویم که از طریق تماس تلفنی با ما در برنامه اند. آقای پوپل سلام بر شما، اگر صدای ما را میشنوین در اول اگر بگوین که کنترل ولسوالی اکنون در دست کیست؟ طالبان مدعی شدند که ولسوالی گویا به دست اونها سقوط کرده، آیا این خبر تایید شده یا خیر؟
بله، توجه سلام به شما و به بینندگان محترم. امیلچن لحظه پیش ما با جنرال محمد نوین فقیری، کماندان کلی اردوی 215 میوان مستقر در هلمند، تماس تلفنی داشتم. او ایره به شدت رد کرد که ولسوالی سنگین سقوط کرده باشه، اما ایره تایید کرد که جنگ هنوز هم به شدت ادامه داره و نیروهای هوایی چند اهداف را اماج قرار داده که به گفته آقای فقیری در این اهداف نظامی 25 تن از مخالفان مسلح دولت کشته شده و همچنان 12 تن دیگرشان زخم برداشتن. اما گفتن که در دو نقطه ولسوالی سنگین از طریق هوا نیروهای خاص را دیسان کرده و او پشت تعقیب و اهداف مشخص خود هستند. جنگجویانی که فعلا گفته میشه نیروهای افغان را در ولسوالی هلمند محاصره کردند، آیا معلوم میشه که تعدادشان به چند خط رسیدن؟ مقامات در این مورد چیز نظری دارن؟ مخالفین مسلح دولت در این اواخر، یعنی از چند ماه به این طرف به نام سرقیتا یعنی تشکیلی نوا به میان آورده بود که در حملات خودم تغییر آورده بود از این طریق، و اینا یک دفعه سر یک ولسوالی حملوار میشن و تعدادشان به صده ها نفر خوانده میشه که مجهز به اسلحه ثقیله هم هستن و تعداد جنگجویانش هم بیشتر بودن. گفتن که صده ها نفر خوانده میشه، اما این که دقیقا چند نفر به این زدخورها از طرف مخالفین مسلح دولت حضور دارن، این دقیق نیست. بله، از نیروهای امنیتی که گفته میشه در ولسوالی سنگین در محاصره قرار دارند، چه خبری در دست دارین؟ تعدادشان چقدر می باشه و چقدر تلفات داده تا به حال؟ جنرال فقیری گفتن که پلیسایی که از چند روز به این طرف در حالت معاصره بودن اونا نجات یافته، و این هم رد کردن که گویا همکنون هم پلیسا در حالت معاصره باشه. اما این گفت که جنگ شدت خود هنوز هم حفظ کرده و اینا می خواهند که از طریق نیروهای هوایی مخالفین مسلح دولت را به عقب بزنند. تشکر از گزارشی تان آقای پوپل. اعضای شورای ولایتی هلمند و شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان افغان از وضعیت کنونی هلمند نگرانند. کریم الله عطل رئیس شورای ولایتی هلمند میگوید در حال حاضر 5 ولسوالی در هلمند کاملا در دست مخالفین بوده و در حالی که 3 ولسوالی دیگر به شمول سنگین، واشیر و مارجه در حال سقوط اند. به گفته ای آقای عطل در 3 ماه گذشته 697 سرباز امنیتی کشته شده، 478 تن دیگر زخم برداشته و 10 فرد ملکی نیز کشته و زخمی شدند. رئیس شورای ولایتی هلمند ادعا می کند که سربازان افغان به درستی اکمال نمی شوند و اعاشه و اباطه حواله شده به آنان از سوی شماری از افراد در بازار به فروش می رسد. اما مسئولین افغان این ادعا را کاملا رد می کنند. عنایت الله ناصر رئیس شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان افغان می گوید که در جنگ هلمند دست های سیاسی دخیل است. مسئله هلمند به یک اراده سیاسی قاطع و نیرومند ضرورت دارد. اراده سیاسی که بتواند در بود اجرایی حکومت را وادار بسازد که در مسئله هلمند با قاطعیت و جدیت عمل داشته باشد. گفته می شود که از شدت جنگ ها در ولایت هلمند تا کنون 63,000 خانواده مجبور به آوارایی شدند. محمد معصوم ستانکزی سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید به یک هیئت تکنیکی وظیفه سپرده شده تا در مورد شایعات انتقال جنگجویان مسلح ذریعه هلیکوپترها در ولسوالی سرخرود و سایر نقاط ولایت ننگرهار تحقیقات انجام دهد. آقای ستانکزی امروز در نشست مشترک خبری که با نورالحق علومی وزیر داخلی افغانستان داشت گفت که در ترکیب این هیئت تکنیکی نمایندگان وزارت دفاع، داخله و ریاست عمومی امنیت ملی شاملند. چند روز قبل که از رسانه ها گزارش دادند که گویا هلیکوپترهای افراد جامعه سیاه و مسلح را در منطقه تورغر ولسوالی سرخرود ننگرهار پایین کردند. سرپرست وزارت دفاع می گوید حقیقت این شایعات را معلوم خواهد کرد.
تیارای افغانستان، پیلوتای افغانستان، کسایی که در قوای هوایی افغانستان هستند، کسایی که در داخل افغانستان اجازه فعالیت دارند، هر کدام از جدا جدا رجستر شدند. اگر هر کسی در هر جای هر یکی از این تیارای افغانستان دیدن که در یک جای پایان شدند و بالاخره این آوازا را صحت پیدا کردند، باز در صورت واقعا حق دارن مردم افغانستان که از دولت، از حکومت، از هر کس پرسان بکنند. از سوی دیگر نورالحق علومی وزیر داخلی افغانستان میگوید سال 2015 سال پرآزمون برای کشورش بود و دهشت افغانان میخواستند بعضی از ولایات را سقوط دهند. دیدیم که در بهار و تابستان و چنین دستاوردهایی خواستند که دست بیافتند و اضافه تر از 10-11 ولایت افغانستان گویا اینا به دسترس داشته باشند. اسوی هم سرپرست وزارت دفاع میگوید داعش پدیده افغانی نبوده و هیچ حرکت نظامی بدون حمایت خارجی ها و پیشرفته نمیتواند. طالبان نیز با جنگجویان منصوب به داعش در افغانستان مخالفت نشان داده و آن را پدیده خارجی میخوانند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به دنبال سفرش به آذربایجان به منظور سفر دو روزه به ترکیه امروز وارد شهر استانبول شد. خبرنامه ارگ ریاست جمهوری حاکی است که رئیس جمهور غنی امروز با اعضای کمیسیون اقتصادی ترکیه که در آن تاجران و متشبثین آن کشور حضور خواهند داشت سخنرانی می کند و در مورد گسترش روابط اقتصادی و تجارتی میان دو کشور و فرصت های سرمایه گذاری در افغانستان به آنان معلومات می دهد. همچنان قرار است در حضور داشت رؤسای جمهوری افغانستان و ترکیه سه تفاهم نامه همکاری نیز میان دو کشور به امضا برسد. سرتاج عزیز مشاور امور امنیتی حکومت پاکستان امروز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در اسلام آباد از سفر قریب الوقوع لویدریسیز پاکستان به کابل و نشست کمیته تازه تأسیس روی بررسی موضوعات مربوط به پروسه مذاکره با طالبان خبر داد. در حالی که نظریات مبنی بر تجدید پروسه مذاکره با طالبان از چند هفته بدین سو در افغانستان نیز مطرح شده است، آقای عزیز بیان داشت که هدف سفر لویدریسیز پاکستان به کابل صحبت با مقامات افغان روی موضوعات نظامی، تشریک معلومات استخباراتی و موضوعات مربوط به سرحدات میان دو کشور است. آرمی چیف جنگ افغانستان می اس مهینه سے پہلے اور لیکن اس سے پہلے ہم لویدریسیز در ختم این ماه به افغانستان سفر میکند و فکر میکنم که ملاقات میان کمیته تازه تشکیلی که متشکل از نمایندگان پاکستان، افغانستان، چین و ایالات متحده است نیز در اولین هفته جنوری صورت خواهد گرفت که وضعیت را در رابطه با پروسه مذاکرات صلح افغانستان بررسی خواهد کرد و مشخص خواهد ساخت که این مذاکرات در کجا و تحت چه شرایطی صورت گیرد. آقای عزیز گفت که نقش این کمیته چهار عضوی اتخاذ تصمیم در پروسه صلح با طالبان نیست، بلکه بر این پروسه نظارت خواهد کرد و آن را تحت بررسی قرار خواهد داد. امروز 12 ربیع الاول مصادف بود با روز میلاد پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. این روز را مسلمانان با گرامی داشت شخصیت پیامبر با شیوه های مختلف تجلیل می کنند. مولود شریف همچنان فرصتی است برای تازه ساختن پیام هایی که پیامبر اسلام در زمینه صلح و زندگی با همی و پیروانش ارشاد کرده است. به همین مناسبت خواستیم صحبتی داشته باشیم با مولوی باباجان سیغانی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی اقرا که از استدیوی کابل با ما اند. خب مولوی صاحب سیغانی، سلام بر شما، خوش آمدین به برنامه. از رحلت پیامبر اسلام حدود 14 قرن میگذره. در این مدت بزرگترین تحولی که میراث معنوی پیامبر اسلام در طرز زندگی انسان ها وارد کرده به نظر شما چی بوده؟ بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم صلی الله علیه و آله و اصحابه اجمعین. اولا درود میفرستم بر روان پیامبر بزرگوار اسلام. در ثانی خدمت سوال شما هستم که پیامبر بزرگوار اسلام همانطوری که تاریخ بشریت شاهد است در یک سرزمینی که نرخ نصفی از اجتماع انسانی کشتن و قتل بود، عرض اندام کرد، تولد شد و تا توانست در 63 سال عمر گرانبار خیش برای انسانی سازی اجتماع انسانها حرکت کرد، تلاش کرد، زحمت کشید. زنانی که نرخ
شان نرخ روز این بود که باید زنها در زیر خاک شوند، آنها را از زیر خاک کشید و حیثیت انسانی برایشان قائل شد. انسانهایی که به نسب، مال، جا و اینها افتخار میکردند، این همه مرزهای پلیدی که انسانهای آن روز آغشته به آن شده بودند، اینها را شکست و تلاش کرد تا طرز دیدگاه و تفکر انسانی را انسانی تر بسازد. تشکر از شما. لوئیس، در این روزا میبینیم که برخی از گروه های تندرو و افراطی به نام دین خشونت هایی را برای انداخته، جنگ هایی را برای انداخته، خونریزی هایی را انجام میده. آیا اعمال این گونه افراد که به نام دینی کار انجام میتن کدام رابطه با سیرت پیامبر اسلام داره؟ سوال بسیار خوبی را کردین. امروز هر کسی در هر گوشه با قیافه اسلام، با ظواهر اسلام هر عملی را که میکنه، ما او را نمیتونیم به پیامبر بزرگوار اسلام نسبت بدیم. پیامبر بزرگوار اسلام اونطوری که تاریخ بشریت شاهد است، تاریخ انسانهایی که چه مسلمان هستند و چه کافر هستند، تمام یا اکثریت قاطی تصامیم پیامبر بزرگوار اسلام بر صلح بوده، بر این بوده که حتی در صلح حدیبیه یک تاریخچه بسیار زیاد خوب است، به حضرت عمر رضی الله عنه این خبر که میرسه، اونا میگه که ما چنین چیز را قبول نداریم. پیامبر بزرگوار اسلام چون منافع انسانها را، چی هم انسانهایی که تابع دین پیامبر هستند و چی هم انسانهایی که تابع دین پیامبر نیستند، پیامبر بزرگوار اسلام صلح را قبول میکنه. حتی قصه دیگه را خدمت شما عرض بکنم. در یکی از غزوات وقتی که یک کسی حاضر میشه در پیش دو نفر از مسلمان ها که جنگ است، میگه لا اله الا الله و و و و کسی که مهاجر است این را میکشه و کسی که انصار است به این حمله نمیکنه، پیامبر بزرگوار اسلام پرسان میکنه که چرا این کار را کردین، چرا این آدم را کشتین؟ انصار میگه ما نکشتیم، مهاجر میگه ما کشتیم. میگه ای از خاطر ای لا اله الا الله خان که ما را دیده بود و ترسید از ما که ما ای را نکشیم. پیامبر بزرگوار اسلام برایش میگه که اقتلت من قال لا اله الا الله، آیا کشتی کسی را که او لا اله الا الله میگه؟ بله. در روایت بله. دیگری آمده میگه هل شققت قلب و یا قلبی، پیامبر بزرگوار اسلام میگه قلب عزیز شما شگفته بودین که در بله. مابین قلب عزیز اسلام نبود که شما ای را کشتین. بله. و این بله. این از دین. بله، شما قبلا به یک موضوع اشاره کردین به حقی را که پیامبر اسلام بر زنان قائل بود. ایادی حقوق زنان و نقششان در جامعه برای بعضی ها طور معلوم میشه که گویا یک پدیده نو، پدیده غربی است. 1400 سال تقریبا 1400 سال پیش پیامبر اسلام در این مورد چه کارهای عمده‌ای را انجام داد؟ خیلی سوالی را خوبی را کردین، خداوند شما را اجر بده. دیدگاه ما این است که و اکثر علمای دینی این را می دانند که وقتی پیامبر عرض اندام می کند در سرزمین جزیره العرب، یک زن وقتی در خانش دختر تولد می شه، نرخ روز این است که باید زیر خاک شود. در سرزمین هند که امروز میگن بزرگترین دموکراسی را به خود داره، نقاش از زنان وجود دارد، نقاش زن فروشی. در سرزمین هایی که ما زندگی میکنیم نرخ روز این است که باید وقتی شوهر زن میمره باید زن خودش خود با آتش بزنه و اگر نزنه مردم و اقوام جمع بشن ایره با آتش میندازن به خاطر که شوهرش مرده. و پر افتخارترین زن آن زنی بود که باید خودش براد داخل آتش ایوزی که مردم ببره. یعنی مردم بلی. بسیار افتخار میکردن به این. تشکر از شما مولوی صاحب. سر این که پیامبر چی کرد در عرصه زنها، بلی. یک عرض دارم بفرمان. که پیامبر چی کرد برای زنها. زمان شد که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها بالای شانه های پیامبر بالا شد، پشت خود عمار کرد برای دیدن عروسی ها.
یعنی حضرت عایشه نزدیکترین زن به پیامبر به عنوان نمونه باید عرض بکنیم که زمان شد که در شانه های پیامبر زن پای خودمان برای دیدن عروسی. این بود پیام پیامبر برای نسل بشریت و برای نیمی نسل بشریت که زنان هستند. سپاسگزار هستیم از شما و با امید ازی که واقعات خشونت در برابر زنها در بین مسلمانان هم با در نظر داشت ارشادات نبوی کاهش پیدا بکنه. ممنون شما. امروز در فیسبوک تلویزیون آشنای صدای آمریکا از شما پرسیده بودیم که در روز میلاد النبی با آنهایی که به نام دفاع از اسلام به جنگ و خونریزی میپردازند چه پیامی دارید. با اظهار سپاس از دوستان عزیز نظریاتشان را با شما شریک میسازیم. سید حسین نورزی از کابل نوشته است که میلاد النبی مبارکتان باد، در این روز خجسته دست از جنگ و خونریزی بردارید، زیرا اسلام دین اخوت، محبت و برادری است، نه دین کشتار. اسدالله متوکل از آلمان نظر خود را چنین ابراز داشت: دین مبارک اسلام هیچ وقت دین خونریزی شده نمیتواند. آنهایی که دست به جنگ و خونریزی میزنند باعث بدنامی دین میگردند. خداوند هدایتشان کند. رحمت الله زاهدی از مزار شریف نوشته که به نظر بنده آنهایی که خون مسلمانان را میریزند از اسلام هیچ آگاهی ندارند. در این زمان شما را به یک روزنه جدید در اینترنت فرا میخوانیم که این روزنه جدید تلگرام است و البته تلگرام گزینه جدید است که برای دریافت سریع ترین خبرها و عکس ها و ویدیوها و سایر مطالب در تلفن موبایل با آن دسترسی پیدا کرده می توانید. برای پیوستن به کانال ما در وبسایت vua.com بروید و بر علامه تلگرام کلیک کنید و یا هم از اپلیکیشن تلگرام در موبایلتان کانال VOADA را جستجو کرده و به آن بپیوندید. دکتران در بزرگترین شفاخانه نظامی افغانستان، سربازان زخمی اردوی ملی افغان و طالبان زخمی هر دو را به طور یکسان تحت تداوی قرار می دهند. اردویی که سالها را صرف مبارزه با طالبان نموده و تلفات زیادی را متحمل شده است. صدای آمریکا برای اخذ واکنش مقامات افغان در مورد تداوی طالبان در شفاخانه سردار محمد داود خان با وزارت دفاع افغانستان در تماس شده، اما مقامات وزارت دفاع نخواستند اطلاعات را در زمینه به اختیار ما بگذارند. عضو گروه طالبان در مبارزه با اردوی ملی زخمی شده و اکنون وی در کنار سربازان در بزرگترین شفاخانه نظامی کشور تحت تداوی قرار دارد. سربازانی که در شفاخانه سردار محمد داود خان در کابل بستری اند از این روش شاکی و خشمگینند که او در کنار مردان تحت مراقبت سی قرار دارد که باری با آنها و دوستان آنها در نبرد مواجه بوده است. کار دولت است. میوارم تداوی میکنه و مارم تداوی کردی. چی کنیم دیگه؟ واسه ما قدش نمیکشه دیگه. کسی از بالا جایی که کارها را میکنه دیگه برای ما کدام چیز نیست. سیاست و روش درمان جنگجویان طالب که یک دهه در افغانستان شورش را برای انداختن هنگام مورد انتقاد بیشتر قرار میگیرد که سطح تلفات در میان نیروهای امنیتی با رویارویی و جنگ با طالبان گسترش یافته است. من فکر او شما صرف به خاطر اون منطقه است، موید منطقه که صرف اون منطقه را ما از تصرف دشمن آزاد کنیم دیگه هیچ کدام تشویشی از نگاه خانه و سر حساب نداریم. در نیمه اول سال بیش از 4000 سرباز و پلیس افغان کشته و بیش از 8000 زخم برداشتند که از جمع این همه قربانی 5000 تن صرف در سال 2014 جانهای خود را از دست دادند و این تلفات ادامه دارد. مقامات شفاخانه می گویند که بر اساس قوانین مندرج در کنوانسیون ژنو، افراد درگیر در معضله نباید به خاطر نژاد، مذهب، جنسیت و عقاید سیاسی بدون تداوی باقی بمانند. اگر مخالف هم باشم اون را تداوی میکنیم، وظیفه دکتر تداوی کردن سالانوالی نیست. باید تداویش میکنیم، خوب شد باید مرجع مربوطش میره. وزارت دفاع افغانستان اطلاعات در زمینه به اختیار صدای آمریکا نگذاشته، اما سخنگوی وزارت داخله میگوید قوانین جنگ در افغانستان و قوانین بین‌المللی جنگ ایر ایجاب میکنه که در جنگ دشمن وقت اسیر میشه با او برخورد صورت بگیره که در چارچوب همون قوانین است. نیروهای امنیتی افغانستان هم در بر بنیاد یا بر پایه همین قوانین ما به زخمی های دشمن و به سرای دشمن برخورد انسانی و برخورد صورت میگیره که ما به همون قوانین خود مکلف میدانیم. مقامات افغان از مدت ها به خاطر تداوی و درمان طالبان و سربازان اردو در داخل یک چهار دیواری مورد انتقاد قرار گرفتند. لیلا ما حبیب عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
یک گروه ناظر حقوق بشر امروز روسیه را متهم ساخت که گویا در عملیات هواییش در سوریه ساحات غیر نظامی را با بمب‌های خوشه‌ای و غیر رهبری شده بمباردمان کرده است. سازمان عفو بین الملل در گزارش خود می‌افزاید که صدها نفر در نتیجه این گونه حملات در چند ماه اخیر جان باختند. همچنان گفته می‌شود که از کاربرد بمب‌های خوشه‌ای در مناطق هدف قرار گرفته ذریعه نیروهای هوایی روسیه گزارش‌ها رو به فزونی نهاده است. سازمان عفو بین الملل در گزارش خود 6 حمله از ماه سپتامبر تا نوامبر در مناطق حمص، ادلب و حلب را برجسته ساخته و میگوید که تنها در این 6 حمله حداقل 200 غیر نظامی کشته شده است. مقامات روسیه مکررن چنین اتهامات را رد کردند. نظرسنجی های آمن نشان می دهد که رای دهندگان امریکایی دهشت افغانی و امنیت ملی را از موارد مهم در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 در ایالات متحده تلقی می کنند. با شدت گرفتن مبارزات انتخاباتی، کاندیدان پیشتاز احزاب جمهوری خواه و دموکرات چگونه با این تغییر تعامل می کنند؟ گزارش صدای امریکا در این مورد را همکارم سید عزیز الرحمن تهیه دیده است. دونالد ترامپ هنوز هم یک چهره برتر در میان کاندیدان جمهوری خواه در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری ایالات متحده به شمار می رود و نظرسنجی های اخیر نشان می دهد که به خاطر موقف گیریش در برابر دهشت افغانی نسبت به هر رقیب دیگرش حمایت بیشتر رای دهندگان جمهوری خواه را با خود دارد. This isn't going to be an election on niceness anymore. Even if I wasn't nice. انتخابات دیگر در مورد خوب بودن نیست. این انتخابات در مورد مهارت، زیرکی و جدیت است. زیرا اگر این گونه نباشد، کشور ما از بین می رود. در آخرین مناظره جمهوری خواهان، از جب بوش رقیب آقای ترامپ سوال شد که آیا دونالد ترامپ برای رهبری آماده است یا خیر؟ اگر من رئیس جمهور شدم، من سرقومندان اعلی خواهم بود. نه سرقومندان آشوبگرایی و یا تقسیمگرا. و من این کشور را طور رهبری خواهم کرد تا امنیت و مسئولیت بیشتر را فراهم کنم. تحلیلگران میگویند که توجه روی امنیت میتواند با کاندیدان دارای سابقه حزبی چون جب بوش کمک کند. اما اضافه میکنند که نتیجه این گونه نیست. سیاست خارجی و یا توجه روی دفاع و امنیت ملی میتواند با کاندیدان دارای تجربه در سیاست خارجی و موضوعات امنیت ملی کمک کند. اما یافته های ابتدایی نشان میدهد که این مسائل با کاندیدان پرسر و صدا و زورگو که دونالد ترامپ میباشد کمک کرده است. تأکید روی امنیت ممکن با هیلری کلینتون کاندید دموکرات نیز کمک کرده باشد تا از رقیبش برنی سندرز پیشی گیرد. خانم کلینتون خواهان شدت بخشیدن حملات نظامی در برابر جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش میباشد، اما خط مشی شماری از کاندیدان جمهوری خواه را در مورد تحت سوال قرار میدهد. وعده در مورد بمباردمان یکسره به این معنا نیست که شما قوی هستید، بلکه این کار به این معناست که شما توان حل مشکل را ندارید. در آخرین مناظره تلویزیونی دموکراتان، برنی سندرز تهدید متوجه از سوی گروه داعش را خاطر نشان ساخت، اما در مورد تکرار اشتباهات گذشته نیز هشدار داد. ایالات متحده باید رهبری را بر عهده گیرد، اما این کشور پلیس جهان نیست و نباید در جنگ خاتمه ناپذیر شرق میانه دخیل شود. توجه روی دهشت افغانی و امنیت می تواند با خانم کلینتون در میان کاندیدان دموکرات کمک کند، اما تحلیلگران به این باورند که در انتخابات عمومی او ضرورت دارد تا خود را از رئیس جمهور اوباما مجزا بسازد. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. در همین حال سربازان عراقی به روز سه‌شنبه در جنگ شدیدی که برای بازپسگیری شهر رمادی از چنگ گروه داعش در مرکز آن شهر انجام دادند، توانستند پیشروی کنند. صباح النعمانی، سخنگوی اداره ضد دهشت افغانی عراق، میگوید نبرد در حالی در ساحات همجوار یک دسته ساختمان‌های دولتی ادامه پیدا کرد که نیروهای هوایی ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا مواضع داعش را در ساحه بمباردمان می‌کردند. النعمانی به آژانس خبرگزاری فرانسه گفت که نیروهای عراقی شهر رمادی را در 72 ساعت از وجود گروه داعش پاکسازی خواهد کرد. شهر رمادی مرکز ولایت الانبار عراق در ماه می گذشته به دست داعش افتاد.
و خبر اخیر این که نخستین شرکت هوایی اسلامی مالزیا به نام رایانی با رعایت مقرره های اسلامی پروازهایش را آغاز کرد. پروازهای این شرکت عاری از عرضه الکل و گوشت خوک بوده، خدمه های مسلمان آن حجاب اسلامی بر تن داشته و پروازها با قرائت دعای اسلامی آغاز می شوند. مفکوره تأسیس شرکت هوایی رایانی سال گذشته به ذهن مسلمانان محافظه‌کاری خطور کرد که باورمند بودند دو سانحه بزرگ هوایی برای شرکت ملی هوانوردی مالزیا ناشی از غضب خداوند بوده است. رای حل را که آنان پیشنهاد کردند این بود که شرکت‌های هوایی باید برای نجات از غضب الهی پابندی بر رسوم اسلامی را تقویت بخشند. بخش دری تلویزیون آشنا صدای آمریکا برای امروز در همین جا پایان یافت. همکارم برشنا مرخیل در نیم ساعت بعدی با مطالب تازه‌تر میزبانتان در بخش پشت خواهند بود. تا فردا، خدا یار و یاورتان.